موکب‌های حسینی در عراق با موکب‌هایی از شهر مقدس قم برای احیای سالروز شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها و احیای شعائر اهل بیت علیهم السلام موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، تعدادی از موکب‌های حسینی عراقی از شهرهای مقدس کربلا، نجف، اشرف و حله برای بزرگداشت مراسم شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها با موکب‌هایی از شهر مقدس قم قرار داده همکاری امضا کردند. در همین راستا کمیته بین المللی هیئت‌ها و موکب‌های حسینی وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا اخیراً اعلام کرد موکب‌ها و کاروان‌های عراقی که برای زیارت به شهر مقدس قم می‌آیند مورد استقبال و پذیرایی بنیاد قرار می‌گیرند و مایحتاج مورد نیاز برای زوال اهل بیت علیهم السلام در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. نمایشگاهی از نسخه های کمیاب و خطی قرآن کریم که برای نخستین بار در عراق به نمایش در می آیند در شهر مقدس کربلا برپا شد. در این نمایشگاه که در حرم مطهر امام حسین علیه السلام با حضور خوشنویسان و صاحب نظران تاریخ اسلام برپا شد، 5 نسخه خطی از آثار هر قرن اسلامی، قدیمی ترین نسخه های قرآنی یافت شده و تابلوهای نقاشی های قرآنی کمیاب مربوط به قرن های مختلف از کشورهای مختلف اسلامی ارائه شده است. مؤسسه رسانه‌ای بین المللی فایزر ابزرو با انتشار مقاله‌ای به نقل از دکتر مهدی علوی، بنیانگذار و رئیس سازمان جهانی صلح اعلام کرد که اربعین امام حسین نمونه کامل یک تجمع بشری در جهان است. مهدی علوی که به عنوان یک کارشناس و مشاور بین المللی نیز شناخته می شود، در ادامه این مقاله که توسط خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه ترجمه شد نوشت، به رغم اینکه شیعیان پایه‌گذاران شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی علیه السلام بودند، اما اکنون ما شاهدان هستیم که هر سال از ادیان و مذاهب و قومیت‌های مختلف جهان با فرهنگ‌های گوناگون در این مراسم شرکت می‌کنند و در کنار یکدیگر جمع می‌شوند. وی افزود، خودم شاهد بودم که علاوه بر شیعیان، پیروان مسیح، یهود، هندوها، ایزدی‌ها و عبازی‌ها و دیگر ادیان و مذاهب در این مراسم حضور می‌یابند. زیارت اربعین دید و افق بنده را نسبت به موضوع صلح جهانی باز کرد و متوجه شدم که می‌شود به راحتی پیروان همه ادیان و مذاهب و قومیت‌های سراسر جهان در صلح و دوستی در کنار یکدیگر زندگی کنند. اداری اماکن زیارتی سازمان اوقاف شیعیان عراق از ادامه بازسازی مزار امامزاده زید در استان بابل عراق خبر داد. این اداره با انتشار اطلاعیه افزود، عملیات عمرانی بازسازی مزار امامزاده زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام در استان بابل عراق همچنان ادامه دارد و با سرعت در حال پیشروی است و مرحله اول آن به پایان رسیده است که شامل بازسازی برخی دیوارها بوده. مرحله نخست بازسازی این مقام زیارتی 2 ماه پیش آغاز شد و اکنون وارد مرحله دوم شده که شامل سنگکاری و گچکاری است. در مرحله سوم هم بخش نور و نصب لوسترها صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است پیروان مذهب زیدیه در کشورهای مختلف به ویژه یمن حضور دارند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از رویترز، بر اثر برخورد 2 قطار در جنوب شرقی هند دست کم 10 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. گفتنی است قطاری از ویساخاپادنام در ایالت آندرا پرادش به رایاگادا در اودیشا حرکت می کرد. به دلیل شکسته شدن کابل بالای سر در هنگام برخورد با قطاری که از روبرو می آمد در منطقه ویزیاناگارام آندرا پرادش متوقف شد. در بیانیه وزارت راه آهن این کشور آمده، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که خطای انسانی سبب ایجاد چنین حادثه‌ای شده است. در پایان گفتنی است این حادثه تنها 4 ماه پس از تصادف 3 قطار در منطقه اودیشا رخ داد
که در آن سه قطار با هم برخورد کردند و 275 نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. دانشگاه مسلم علیگر به زودی ماهواره خود را که زیر نظر وزارت هوا و فضای هند کار می کند به فضا پرتاب می کند. گفتنی است این ماهواره با اهداف چندگانه‌ای پرتاب خواهد شد که از جمله آن می توان به مطالعه رشد اقتصادی در فقیرترین مناطق هند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پیاده سازی فناوری فشرده سازی تصویر نام برد. علاوه بر این ماهواره همچنین زیر سیستم‌های مختلف ماهواره‌ای را که در داخل ساخته شده‌اند آزمایش خواهد کرد. در پایان گفتنی است این پروژه قرار است تا 6 ماه دیگر راه اندازی شود. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت هزاران خیمه دیگر شامل خیمه‌های زمستانی را برای آسیب دیدگان زلزله هرات توزیع می‌کند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین اعلام کرد با نزدیک شدن به زمستان 14.4 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان زلزله در هرات نیاز است. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود این سازمان با کمبود منابع مالی برای کمک‌های بشردوستانه مواجه است. وی با چالشی خواندن کمک‌ها به افغانستان گفته بود با وجود درخواست‌های ما برای دریافت کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان اما منابع مالی لازم در اختیار ما قرار نمی‌گیرد. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به انوارالحق کاکر نخست وزیر دولت موقت پاکستان خواست تا تصمیم اخراج مهاجران به ویژه افغانستانی‌های فاقد مدرک اقامت را لغو کند. عفو بین الملل همچنین هشدار داد که زندگی و تحصیل در پاکستان برای بسیاری از دختران افغانستانی تنها شانس برای تحصیل است و در صورت اجرایی شدن تصمیم اخراج مهاجران افغانستانی به افغانستان به ویژه زنان و دختران آنها از دسترسی به حق کار، تحصیل و آزادی محروم خواهند شد. عفو بین الملل که آزار و اذیت مهاجران افغانستانی در پاکستان را مستند کرده است عفو بین الملل خطاب به نخست وزیر پاکستان اظهار داشت در پرتو قوانین بین المللی حقوق بشر به پذیرایی از مهاجران ادامه دهد.